أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبق الباب بقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فاصطدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عليم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. بعد از اینکه زن عزیز مصر در اثر اینکه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مدت‌ها در همون خانه مشغول خدمت بود و از همه این کمالات برخوردار بود به او دل بست. دل بستگی نامشروع و او را هم به کار حرام دعوت کرد. این معنای هو فی بیتها این نبود که این ملک یمین هست، چون ملک یمین برای کسی که تعدد زوج بر او رواست حلال است، یعنی مرد، نه برای زن. اونگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در برابر اون پیشنهاد نامشروع چون برهان رب را دید، به ذات اقدس اله تکیه کرد و از این کار منصرف شد، بلکه این سوء و زشتی و حرام از او دور شد. اونگاه سؤال مطرح هست که پس چی شد جریان؟ اون بخش نامرئی داستان را قرآن ذکر نمی کند و این بخش مرئیش را ذکر می کند. وقتی سائل بپرسد که خب چی شد بالاخره، پاسخش اینه که این زن حمله کرد که او رو وادار کند به این کار. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم فرار کرد و چون فرار کرد قصد خروج از در و درها را داشت، اون زن از پشت سر حمله کرد به پیرهن حضرت را از پشت سر پاره کرد. خب بالاخره یوسف جوان است، مرد است، این مقدار قدرت دارد که از دست او بیرون برود و قالب این درها را هم باز کرد. حالا یا 5 در بود یا 7 در بود، این درها را باز کرد. به اون در آخر که رسیدند، دم در که آخرین در است از طرف بیت و اولین در است از طرف حیات، اونجا عزیز مصر پیدا شد. و از طبق الباب اونگاه و الف یا سیدها لدى الباب، یعنی اون باب، نه اینکه شوهر از 6 در وارد شد. همه درها بالاخره درها از پشت بسته بود. این چه نبود که او بخواهد وارد بشود بدون در زدن و در باز کردن در باز بشود. که اگر این وارد میشد خب از این 6 در باید میگذشتی که خب در میزد، کسی به در را واکنه، در اتاقها را بخواهد واکند، بالاخره اینها خودشون جمع جور میکردن. معلوم می شود که این درها همه از پشت بسته بود. این 5-6 در را وجود مبارک یوسف با فشار رفت و باز کرد و اون زنکم تعقیب می کرد تا به اون آخرین در که رسیدن، که آخرین در از طرف اتاقها و اولین در از طرف خانه. خانه غیر از اتاق است. آدم وقتی وارد حیات شد میگن تو خونه فلان کس رفتیم، اما اتاق یکی پس از دیگری باید وارد بشد. درهای اتاقها را
یکی پس از دیگری باز کرد تا رسیدم به اون آخرین در از طرف اتاق و اولین در از طرف خانه که میخوان وارد اتاق خواب بشن. اینجا الف یا سید ها لدر با این باید اینچنین باشه، برای اینکه اگر اون مرد درها که از پشت محکم بسته بود باید باز میکرد، خب بالاخره با در میزد باز میکرد. این یه مرد چون وجود مبارک هسته یوسف چون در از پشت بسته بود، از جلو که نبسته بود و از پشت این باز میکرد دیگه، هر دو تو اتاق بودن. بله خب این بالاخره جوان است و مرد است و نیرومند، اونم از پشت حمله میکند، مگر اون زن چقدر میتواند در برابر این مرد مقاومت کند؟ بله اون که جوان نبود که. بنابراین این باید این چنین باشد، درها را از پشت باز کرد وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تا به اون آخرین در رسید. در این هنگام اون شوهر وارد می شد. الف یا این الفا بدون زحمت یافتن است، مثل این هم الفا و آبا هم زالین. یه وقتی انسان تفحص میکند یه چیزی رو میبیند، یه وقتی نه بدون تفحص مییابد. انهم الفا و آبا هم زالین، نه یعنی بعد از تفحص و جستجو دیدن پدرانشون چه میکنند، به طور عادی آبا و اجدادشون این روش رو داشتن. و الف یا سید هادد الباب، این دفعتا نظیر مفاجات دیدن که عزیز مصر دم در هست. در اینجا یوسف دایی نداشت که استفتارش رو سخن کند، چون براعتش مشخص. این زن با این وضع که شوهرش را دم در دید، خودش رو ناچار دید که تهمت بزند. تهمت زدنش هم به این بود که گفت ما جزاء من اراد به اهل که سوءا، حالا یا استفهامیه است یا نافیه، یعنی کسی که قصد سوء به حرم سرا داشت هیچ کیفری ندارد مگر زندان یا عذاب علی. اونگاه شاهدی اقامه کرد که این قصد حمله کرد و من با او گلاویز شدم، پیرهنش هم پاره شد. بالاخره اونگاه یک کمی ما مهلت دادیم، دید مجلس چی شد. مجلس قرآن و خنده، حضور بعضی ها اصلا جایز نیست. ادب 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 ادب. خب اگر چنونچه وجود اون مبارک یوسف سلام الله علیه پیدا شد، دید که اینجا دفعتا سید پیدا شد و مولاشون پیدا شد و این زنی کم دست بردار نیست، گفتن چه بکنیم. این زن اول شروع کرد به اتهام، یک، بعد دلیل اقامه کرد. دلیلش پاره شدن پیرهن او. پاره شدن پیرهن رو باید دلیل می آورد، چون اگر این پیرهن پاره شده بود و مربوط به این جریان نبود، قبلا پاره شده بود، چه از جلو چه از دنبال، این شاهد صدق نیست، شاهد کذب هم نیست. صرف این که پیرهن پاره است، حالا یا از جلو یا از پشت سر، این نه شاهد صدق است نه شاهد کذب. این باز ثابت بشود که این پیرهن در این واقعه پاره شد. اون شاهدی که شهادت داد، البته شهادت مصطلح فقهی نبود، کار کارشناسی کرد. این کار کارشناسی باید ثابت بکند که این پاره شدن پیرهن مال این قضیه است، وگرنه اگه پیرهنی بود قبلا پاره شده بود، این پیرهن چه از جلو چه از پشت سر چه از پهلوی راست چه از پهلوی چپ، هر گوشی از جوانب اربعه او پاره شده باشد، نه شاهد صدق است نه شاهد کذب. خب کی باید بگوید؟ خود این زن دیگر. این زن گفت این حمله کرد، نشانش هم ما گلاویز شدیم، پیرهنش هم پاره شد. خب پس معلوم شد که اول اینا که
یوسف دیدن، پشت یوسف که ندیدن، که از پشتش هم که با خبر نبودن، که اولین باری که یوسف را دیدن چهره او و جلو و بدن او را دیدن، از پشت او قسمت پشت پیرهن که ندیدن. که این زنی که هم تهمت زد هم دلیل اقامه کرد، استدلال کرد، پس پاره شدن پیرهن به همین قضیه برمیگرده. یعنی این پیرهن الان تو این گلاویز پاره شد. البته روایات ها رو کودک تو گهواره بود یا اینها، باید که یه خبر مطمئنی باشد، روایت صحیح باشد تا بشه بشه اطمینان کرد. ولی بالاخره یه کار کارشناسی شده هر که بود، گفت حالا که این پیرهن در این گلاویز و جنگ و گریز پاره شده است، این کار کارشناسی است، نه شهادت مصطلح فقهی. در نوبت قبل ملاحظه فرموده این محکمه شهادت و قاضی و اینها نبود. از این جهت هم این کار کارشناسی است، قول خبره است نه قول شاهد. دو تا فرق فقهی اینجا هست. یکی این که محکمه شهادت نبود، قاضی باشد و شاهدی باشد. دوم اینکه این شهادت فقهی نیست. شهادت فقهی باید ان حسن باشد نه ان حدس. اونی که مرحوم محقق تو متن شرایط جود مار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل میکند، این است که حضرت به آفتاب اشاره کرد، فرمود علاوه مثل هذا فشهد او ده. مطلب برای شما یا باید آفتابی باشه یا رها کنید شهادت ندید، یعنی خیلی باید شفاف باشه. قاضی برابر اجتهاد خود به علم عمل می کند در بعضی از موارد، اما شاهد غالباً اگر شاهد است باید شهادت او ان حسن باشد نه ان حدسن. اونی که ان حدسن مجتهدانه حکم می کند، او خبیر است، رجوع به او به عنوان رجوع به اهل خبره است نه عنوان شاهد. لذا تعدد هم شرط نیست. قول اهل خبره اگه یک نفر هم باشد ممکنه کفایت بکند، برخلاف شاهد که باید حتما دو نفر باشند. و اینکه خبره کارشناس است، عادل هم هست، دارد مجتهدانه سخن میگوید، عالمانه حرف میزند و حرفش هم اطمینان آور است، کارشناسی کرده، مگر اینکه این خبره ها معارض داشته باشد و متعارض هم باشد. بنابراین این کار کارشناسی است نه شهادت مصطلح فقهی. پس دو تا فرق جوهری است، یکی اونجا محکمه نبود، یکی این که این کار کارشناسی قول اهل خبره است نه قول شاهد. اونگاه بعض این که برای این کارشناس مسلم شد و برای عزیز مصر هم مسلم شد که این پیرهن در این واقعه پاره شده است، گفت این کان قمیص و قد من قبر فصدقت و هو من الکاذبین، و این کان قمیص و قد من دوبر فکذبت و هو من الصادقین. هر کدامشون صادق باشن دیگری کاذبن، منتها تصریح به کذب دیگری کرده است برای تصریح و تأکید و تثبیت مطلب. این کار کارشناسی بود. حالا این شاهدم چون من اهلها بود متهمم نبود، که من اهلهی نبود، من اهلها بود، از بستگان یوسف سلام الله علیه نبود که دست تبره او باشد، از بستگان اون زن بود، منتها کار کارشناسی کرده. این کار کارشناسی رو همه قبول میکردن دیگر، یه فضایی بود که خود اون زن هم نمیتوانست این کار کند. عزیز مصر بررسی کرد، دید بر این پیرهن از پشت سر پاره شده است. بعد گفت انها من کیدکن نه ان کیدکن نه عظیم، و این نقشه سو از توست، زیرا کید زنها بزرگ است. البته این که دارد این کید شما عظیم است، این سخن عزیز مصر است. در برابر کید شیطان که به کان کید و شیطان ضعیفا، اون کلام خداست. وقتی ذات اقدس اله نسبت به شیطان دارد کان کید و شیطان ضعیفا، این از دیر زمان این چنین بوده است. اصلا شیطان در برابر قدرت‌های ایمانی مردان با ایمان هیچ وقت کید او قوی نبود، از دراز مدت همچنین بود، سابقهش هم همطور بود، نه کید و شیطان ضعیفون،
بلکه و کان کید و شیطان ضعیفا، و کید و شیطان کان ضعیفا، یعنی همیشه همینجور بود. اما اینجا دارد که من کید کنه این کید کنه عظیمون، اون پیرهن پاره نشده بود که، کسی به اون پیرهن کار نداشت که. نه، پیرهن یوسف هست یک، پاره هم شده دو، منتها معلوم نیست از جلو از پشت سر. اون دوتا مفروغ ان هست، چون این زن بعد از اینکه این وجود مبارک یوسف سلام الله را پیشی شوهرش متهم کرد، دلیل اقامه کرد. دلیلش این است که این به ما حمله کرده است، و دلیل حمله اینه که پیرهنش پاره شد. من رفتم از خونه دفاع بکنم. قبلا اشاره شد صرف این که پیرهن اصلی یوسف سلام الله علیه پاره شده باشد، چه از جلو چه از پشت سر، نشاهد صدق است نشاهد کذب. باید این پیرهن تو همین واقعه پاره شده باشد. این زن همراه با اون تهمت گفت نشان حمله او اینه که ما گلاوی شدیم پیرهن او پاره است. پس پاره شدن این پیرهن را به همین واقعه گلاویزی و جنگ و گریز مرتبط کرد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم گفت هی رابعتنی ان نفسی، این کار کرده. بعد اون کارشناس همراه با عزیز مصر که از بستگان همسرش بود کار کارشناسی کرده، گفته که اگر این پیرهن از جلو پاره شد، معلوم شد که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میخواست حمله کند، اون زن دفاع کرد و پیرهنش از جلو کشید و پاره شد. اما اگر از پشت سر پاره شد، معلوم شد حمله از طرف زن بود، این خواست خودش نجات بدهد، فرار کرد و از پشت سر کشید. در همین است، این قول کارشناسانه کارشناس است، نه شهادت انحسه. خب نه، منظور این که این زن که آماده بود وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که معاذ الله گفت ادله اقامه کرد و برهان رب را دید، این رو تمکین نکرد. خب این که نمی استاد نگاه بکند که این دیگه بعد از دعوت دیگه حمله شروع شد از طرف زن. وقتی زنی که قد شغفها حبن دعوت کرد، دید وجود مبارک یوسفی که حوفی بیته هاست باید تمکین بکند، به این عمل حرام تندر نمیدهد، حمله کرد. حمله کرد، وجود مبارک یوسف فرار کرد، در حالی که پستی باز کرد. در یکی از این حالتها بالاخره زن پشت سر پیرهن شکشی دوپاره کرد. خب هر کدوم اگه باز کرده بود از همون را رفته بود بیرون دیگر. چرا اگر باز کرده بود رفته بود بیرون دیگه؟ بله، این که درها را بست به طرف چیز، معمولا اتاق غیر از اماکن عمومی است که درها بروی خیابان باز میشه، این درها بروی حیات باز میشه. این که تمام درها را بسته است، فرض دارد که از هر دری بتوان بیرون رفت. اما این معمولا اگرم درها سیده ها لدل باب بود، اینها درها چون تو اتاق روایات هم که تایید میکنند تو اتاق هفتم گفتن این صحنه اتفاق افتاد. اون چه که روایت در ذیل یا تاریخ در ذیل هاست، گفتن اتاقهای تو در تو داشت برد در اتاق هفتم. این چه نیست که نظیر مساجد یا مراکز عمومی باشه که درهاش به بیابان و خیابان باز بشه که. خب فرمود به این که وستبق البابه، اینها مسابقه دادن که کدوم زودتر میرن دمه در. اون یکی میره زودتر بره در رو بگیره که یوسف بیرون نره، یوسف سلام الله علیه هم زودتر رفت طرف در که در رو باز کنه بیرون بره. استباق اینجا جاییست که با افتعال کار مفاعله رو میکند. ذهبنا نستبقوی که داشت، نستبقوی نتسابقو، اونجا افتعال کار مفاعله میکرد. نظیر و اعتمرو، معتمر معتمر که میگن
این اسم مکان باب افتعالی که در قرآن استعمال شده، مؤتمر و اتمرو که مؤامره است در حقیقت، مشاوره است، این همایش ها، این کنفرانس ها رو میگن مؤتمر. این باب مفاعل است، از جایی که افتعال کار مفاعل رو میکند و در قرآن استعمال شده است همین است. و اتمرو مؤتمر یا نستبقو یا وستبق الباب و ماننده. خب وستبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لد الباب. اونگاه قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن و عذاب الیم. وجود مبارک یوسف از خودش دفاع کرد، گفت هی رابدتنی عن نفسی. حالا یا خود یوسف سلام الله علیه گفت که نشانش حمله است و پاره شدن پیرهن، یا اون زن، بالاخره اون زن گفته باشد اولاست، به عزیز مصر رو به همراهش منتقل کردن که یک دفاع و حمله بود، یک گلاویز شدن بود، دو پیرهن هم پاره شد، سه این پیرهن هم تو همین قضیه پاره شد. اونگاه اون کارشناس گفت به شاید شاهدون و اهل، اون کارشناسیش این بود که امکان قمیصه قد من قبلن، اگر از جلو پاره شد معلوم شد که یوسف سلام الله علیه ها معاذ الله قصد حمله داشت. اون زن از خود دفاع کرد، بیغش رو گرفت، جلو پیرهنش رو گرفت و پاره کرد. فصدقت باقی من الکاذبین. و امکان قمیصه قد من دوبرن، اگر پیرهنو از پشت سر پاره شد، فکذبت دروغ گفت این زن، واقع من از صادقین. این در کار کارشناسی خوبی است، بررسی کردن. فلم ما رعا، یعنی عزیز مصر، قمیصه پیرهن است یوسف را دید، قد من دوبرن، قال انه من کید کنه ان کید کنه عظیم. حالا برخی از مفسران گفتن به این که این عزیز مصر قلیل الغیره بود یا مشکلات دیگر داشت، بالاخره اون زن خواست در حضور دیگران بگوید هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه شما انتقام بگیرید. این حالا یا قلیل الغیره بود یا نبود. جریان زندانی که مطرح شد، زندان در مصر یک اصل رایجی بود از دیر زمان، تا زمان هست موسی سلام الله علیه که فرعون به حضرت موسی سلام الله علیه گفت که لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، یا به سحره گفته بود اگر این کار نکردین شما را من جز مسجونین قرار میدم و اینها. این سجن بود، چون که جریان زندان در همین سوره مبارکه یوسف خیلی مکرر ذکر شده است. مدت هایی که حضرت در زندان بود، عده‌ای هم در زندان بودند، رؤیاهایی که هم بندهای زندانی او دیدن و حضرت یوسف رسوندن، جریان سجن و مسجونان در همین سوره کم ذکر نشده. این مال بله قبول هست، اما نه اینکه خدا گفته باشد، یعنی حرفش درست، نه حرف باطلی نیست، اما این عظمتش بالقیاس الالله نیست، و قیاس بعضی ها بلا بعضی نست. این سخن سخنیست حق، کید هست، عظمت هم دارد، اما این استاد به کی عظیمه؟ اما ذات اقدس اله وقتی فرماد بکان کید و شیطان ضعیف ها نسبت به خودش و انبیا و اولیا و مردان الهی ذکر میکند، فرماد این شیطان این چنین نیست که کیدش عظیم باشد، یه اصلا سلطنتی ندارد، این فقط دعوت میکند، مگر اینکه کسی خودش ولایت شیطان را پذیرد، تولی کند. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. تو غیر از دعوت چیزی دیگر نداره. خودش هم اونطور که در سوره مبارکه ابراهیم هست اعتراف میکند در قیامت به اینها، میگوید که ما انتم مستخی ولا انا مستخیکم، من فقط سلطانی سلطنتی هم داشتم، الا ان دعوتکم فسیتم لی فلوم و انفسکم، و من دعوت کردم شما آمدید. غیر از دعوت چیز دیگه نبود که، این همه انبیا و اولیا دعوت کردن خب نرفتی. خب بعد خب اما خب
یک گوشه کار بود، بعد وجود مبارک هستی آدم سلام الله علیه و حوا سلام الله علیها کاملا مثلث شدن، توبه کردن و او رو طرد کردن و همون کارشون باعث طرد ابدی اونم شد و این همیشه وجود مبارک هستی آدم و حوا رو طرد میکردن، رد میکردن، خودشون به مقام شابخ استفا و اشتبا اینا رسیدن دیگه. در جنگ و گریز بالاخره اینا پیروز شدن، یعنی از آدم پیروز شد. خب مطلب دیگر این که وقتی که به این صورت شد، حالا عزیز مصر به وجود مبارک یوسف گفت یوسفو اعرضن هازا، حالا بنابر این که گوینده عزیز مصر باشد، حالا اگه گوینده دیگری بود که سر جاش محفوظ اشاره میشه. در این صحنه چی شد حالا؟ حالا بعضی این که روشن شد این کید این زن بود، این کیده کنده عظیم، کم غیرتی او رو که بعضی از مفسران گفتن همینجا میشه کشف کرد. گفت یوسفو اعرضن هازا، به وجود مبارک یوسف گفت شما دیگر از این دست بردار، یعنی برای کسی نگو. او که از اول اعراض کرده بود، یعنی شما صرف نظر کن. بعد خطاب کرد به زنش واستغفری لزن بکه، اگر گوینده عزیز مصر باشد. این گونه از خطاب ها در یک محاوره آسان است که دو نفر که مشکلی دارن، انسان اول به یکی خطاب میکند با او حرف میزند، به دیگری خطاب میکند با او حرف مناسب میزند تا قائل به پایان برسد. عزیز مصر به یوسف سلام و علیه گفت شما دیگه از این موضوع صرف نظر کن. بعد به زنش گفت واستغفری لزن بکه انکه کنته من الخاطئین. این تقلیب است که گفت من الخاطئین، وگرنه باید میگفت من الخاطئات. خب حالا اون تقلیب است. منظورشون از این زن، بالاخره اینا هر آیینی هم داشته باشن اصول خانوادگیشون یه قانونی است، تعدی به این اصول خانوادگی میشه گناه. زن که حقیقت شرعیه ندارد، هر ملتی یک ثوابی دارد، یک عقابی دارد، یک خطایی دارد، یک ثوابی دارد، یک ذنبی دارد، یک اطاعتی دارد، چون که یک صفاهی دارد، یک نکاهی دارد. گناه نسبت به اینها تعدی از همون قانون رائج خود مصر بود، چون که زلالتی هم که در آیه بعد زنان مصر به همسر عزیز مصر نسبت میدن، اونم ضلالت های دینی و شرعی اینا نبود، ضلالت های اخلاقی بود، ضلالت قانونی بود و مانند اون، یعنی بیراه میرود. ملتی که تنها راهش قانون است بیقانونی میشه ضلالت، ملتی که تنها راهش اون رسوم و سنن ملی است بر خلاف سنت و رسم عمل کردن می شود ضلالت. ضلالت و هدایت این هم حقیقت شرعی نیست، البته ندارد، مصداقشون فرق میکند ولی مفهومشون یکیست بر همه جا. یوسفو اعرضن هازا واستغفری لذنبک که انکه کنت من الخاطئین. اونگاه در چنین فضایی حالا مسئله داخلی حل شد، یعنی تو مسئله داخل خانواده دیگه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه حرفی نمیزد، اون زنم برایش دیگه از این کارا نکنه. اما زنان مصر بالاخره کم و بیش شنیدن، حالا یا از خود زن عزیز مصر شنیدن یا از شواهدی که در برخوردها، چون بالاخره مهمانی ها و اینا رفتار میکردن فهمیدن، بالاخره گروهی از زنان مصر فهمیدن که این زن عزیز مصر با وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مراوده دارد. این مراوده یک جانبه و قال نسوتن فی المدینه، این نسو مثل نسا و نسوان جمع مرعه است من غیر لفظها. مرعه وقتی بخواد جمع بسته بشود میشه نسا، اون جمع از سنخ مفرد نیست، این مفردم از سنخ اون جمع نیست. از این کلمات تو لغت عرب کم نیست که جمعش از سنخ مفرد نباشد.
جمع مرعه نساست، نسوه است، نسوان است، نه جمع مرعه مرایا یا مرایی باشد، اون جمع مرعات است. خب پس جمع اون من غیر لفظهی، چه این که مرعه جمع دارد من غیر لفظه ها، نسا جمع است، جمع چیست؟ جمع مرعه است. نسوه جمع چیست؟ جمع مرعه است. نسوان جمع چیست؟ جمع مرعه است. من غیر لفظه ها. نه، چون قبلا بار دیگران نمیشه استفاده کرد، اما نسبت به این چرا؟ چون مدت ها این جوان در اختیار اونا بود، یعنی در منظر اونا بود، این شد کشف میکرد به این که این دل بسته شد با او. از قبل رو نمیشه، اما نسبت به این چرا؟ به قبل هم اشاره شد به این که وراودت حلتی حوف بیته ها، اون وقتی که نوجوان بود به خانه اینها آمد که گفت اکرمی مسواه و اسا این ینفعنا و نتخذه ولدا، تا به صورت ریعان و بلوغ ناب برسد بشه 18 سال یا نزدیک 20 سال، این چند سال بالاخره خب اونم هوه فی بیته ها بود، شواهدی را هم عزیز مصر کشف کرده بود، ممکن بود، اما از جای دیگر نمیشه کشف کرد. خب برای اینکه مرد خاطر داریم، زن خاطر داریم، اگر برابر اصل بود باید میگفت انکه کنت من الخاطئات، چون خاطئین اگر بیشتر از خاطئات نباشن کمتر نیستن بلکه بیشترن، و اکثر جرم هم مال مرد هاست نه مال زن ها، تقریبا در رجال علی النساء گفت انکه کنت من الخاطئین. قسمت مهم فجور و شرور و اینا مال مرد هاست دیگر، این جنگ ها و آدم کشی ها و آدم ربایی ها و مواد مخدر ها و قاچاق ها و بند با، قسمت مهم مال ایناست دیگر. خب بله، در خصوص زناله همون ها فرمودن از سارق و از سارقه، در اونجا مرد مقدم است، برای اینکه سرقت از مرد بیش از زن است. هم در سوره مائده در موارد دیگر که از سارق مقدم شد رو این نکته است. در خصوص مسئله نکاح، برای اینکه اوست که بالاخره به دام می اندازد، این به دام می افتد بیچاره، لذا در اونجا زن مقدم بر مرد است. اما جریان سرقت و این گونه از کارهای خشن، خب مرد مقدم بر زن است، لذا اونجا فرمود از سارقو و سارقت و فقط و ایدیه هما، اینجا اون زن رو مقدم آوردن. خب وقار نسوتون فی المدینه، این تای نسوه تای تانیث نیست، جزء کلمه است مثل فعله. اگر علامت تانیث تو خود کلمه باشد، نظیر اونجا که به جاعت سیارتون آیه 19 و جاعت سیارتون فارسلو وارده هم فعدلاد الوه، اونجا خب مؤنث آورد جاعت سیارتون، اینجا نفرمود و قالت نسبتون، چون این تا تانیث نیست، این تا جزء جمع است، نسوه بر وزن فعله، این تا جزء کلمه جمع است، برخلاف سیاره که سیار و سیاره، اون به لحاظ قافله میگن سیاره. خب و قال نسوتون فی المدینه امرأة العزیز تراود فتاها، این سخن و این جریان از بیت عزیز مصر به شهر مدینه منتقل شد، حالا به مناطق دوردست که با او رفت آمد مهمانی داشتن، یا به مناطق نزدیک نظیر همسایه ها که از وضع رفت آمد با خبر بودن، بالاخره یه عده از زنها فهمیدن. و قال نسبتون فی المدینه امرأة العزیزه تا
تراود و فتاها عن نفسه. این میخواد رفت آمد میکند که رائد باشد، برود رایزنی بکند، به اصطلاح رایزنی بکند و او را از خودش بگیرد، یعنی یوسف را از خود یوسف بگیرد، این را شستشوی مغزی بده، رخ توهی کند. اون هویت اصلی را وقتی از اوش گرفتی، هر چی که دلت خواست اون تو جا میری دیگه. اگر کسی را از اون هویت اصلی بگیری، باید هر چی خواستی درش جا میدی. بله دیگه، تراود و فتاها عن نفسهی. یه وقت است که میخوان مراوده کنن، رفت آمد کنن که کسی را از دیگری بازدارن یا کسی را از این بگیرن. نظیر این که برادران یوسف سعی و تلاش کردن، گفتن سن راود و اباهو، که ما تلاش و کوشش میکنیم ببینیم که آیا میشود یعقوب سلام الله علیه را از اون فرزندش منصرف شد یا نه. اگر این کار را کرده باشن، یعنی برادر را با اون مراوده از حضرت یعقوب سلام الله علیه گرفتن، گفتن سنراود و اباهو. اونجا برای اینکه وجود مبارک یعقوب را از اون برادرش منصرف بکنن، که تو همین سوره مبارک یوسف هست که میخونید، اما اونجا در این خصوص تمام تلاش و کوشش شو اینه که یوسف سلام الله علیه را از خود یوسف بگیرن، یعنی او رو یه شستشوی مغزی بدن، اون هویت اصلیش رو رها کنن، اون چیزا که خودشون دلشون میخواد در همونجا مستقر کنن. این تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. زنها، حالا یا خودش برای بعضی ها به عنوان راز دل گفت اونها منتشر کردن، یا در طی مهمانی های مکرر چند ساله‌ای که رفت آمد می شد فهمیدن. بالاخره از نوجوانی تا 18 سالگی یا 20 سالگی بالاخره شواهدش روشن است دیگر. اونم یه بیتی نبودن که تنها زندگی کنن، کارگر داشتن، کارگر مرد، کارگر زن. یه بیتی که بیت وزارت باشد، بالاخره هم رفت آمد مهمانان کم نیست، هم رفت آمد کارگزاران کم نیست. بالاخره به خارج منتقل شد. نه تنها مراوده، بلکه این مطلب منتقل شد. قد شغفها حبن. این پرده دل را میگن شغاف. اگر دوستی این پرده دل را پاره کند، به متن دل برسد، میگن شغاف قلب او را دوستی گرفت. قد شغفها، یعنی اخرق شغاف قلبها حب یوسف. قد شغفها حبا. خب این رو بالاخره فهمیدن. تنها یه مراوده عادی نبود که بگن یه رابطه نامشروع داره، دلباختگی بود، شیدائی بود و مانند اون. گفتن تراود و فتاها عن نفسهی، در این شرایط قد شغفها حبن، یعنی قد شغف قلبها حبه. انا لنراه فی ضلال مبین. این قد به شوهرش خیانت میکند، به اصول خانوادگی خیانت میکند، به نوع زنها خیانت میکند، بالاخره کار بدی است، در انجام میده. منظور از این زلالت هم که اینجا آمده، اون زلالت دینی نیست، برای اینکه یا دین نداشته یا بود پرست، برای این مسائل برای اینجا مطرح نبود. چه اینکه وقتی فرزندان یعقوب سلام الله علیه گفتند آیه 8 ان ابانا لفی ضلال مبین، منظور اون زلالت دینی نبود، یعنی تو اصول خانوادگی این کژراها می رود. یک تقسیم نابرابری است نسبت به محبت ها و عواطف خانوادگی،
اینم همینطور، انا لنراها فی ضلال مبین. اونگاه فلما سمعت به مکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن، وقتی زن مصر از این صحنه های رازداری و زیر گوشی زنان مصر با خبر شد، یک مجلسی ترتیب داد که خود را تبرئه کند. معلوم می شود این زنهایی که این مسئله را بازگو می کردن قبلا در مهمانی ها در همین خانه رفت آمد می کردن، وگرنه زنهای ناشناس، زنهای بیگانه، اونا کسایی نبودن که سفره دعوت خصوصی برای اونها تشکیل داده بشه. از اینکه سفره دعوت خصوصی تشکیل شد معلوم می شود که زنهایی بودن که قبلا رفت آمد می کردن و از این رفت آمد سابقه دار کشف کرده بودن. والحمدلله رب العالمین.